سرخط خبرها. امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های تکنیکی کابل و سنگاپور. رئیس جمهور غنی از بازرگانان سنگاپوری خواهان سرمایه‌گذاری در افغانستان شد. در 3 سال گذشته حکومت بدون دستاورد در مبارزه با فساد. بازرس ویژه آمریکا هنوز نگران چالش موجود از 3 سال گذشته در افغانستان. کشف و استخبارات و حقوق و تفتیش وجود دارن، هر کسی که در فساد دست دارن اونا را دستگیر میکنن و به سرانداری و به محکمه معرفی میکنن. بیاتها قوم فراموش شده افغانستان. در این مرحله آغازی بزرگان این قوم خواستار درج نام این قوم در شناسنامه های برقی. ما به حکومت وحدت ملی رای دادیم و امروز حق خود می خواهیم که قوم بیات و سایر اقوامی که در افغانستان ساکن هستند درج تذکره الکترونیکی شوند. و تایید حمله آمریکا به پایگاه نظامی در حمص سوریه. حکومت اسد، روسیه و ایران این حمله را تجاوز آشکار می دانند. سلام و عصرتان بخیر به مجموعه خبری 53 از یک با من نصرت منصور خوش آمدید. افغانستان و سنگاپور تفاهم‌نامه همکاری‌های تکنیکی میان دو کشور را امضا کردند. رئیس جمهور غنی در دیدار با نخست وزیر سنگاپور خواهان همکاری‌های تجارتی این کشور با افغانستان شد و از بازرگانان سنگاپور خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور غنی دیروز در جاکارتا نیز موافقت‌نامه همکاری میان افغانستان و اندونزی را امضا کرد. رئیس جمهور غنی در سفر یک هفته‌ایش پس از استرالیا و اندونزیا وارد سنگاپور شده است. او در دیدار با نخست وزیر سنگاپور خواهان گسترش روابط و تقویت همکاری‌های دو کشور در بخش تجارت شده است. در این دیدار وزیر اقتصاد کشور تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را با همتای سنگاپوری‌اش در حضور رهبران دو کشور امضا کرده است. رئیس جمهور غنی در سفرش به اندونزیا موافقت‌نامه‌های همکاری میان افغانستان و اندونزیا را نیز امضا کرده است. آقای غنی در این دیدار با اشاره به موقعیت افغانستان گفته که ثبات افغانستان به معنی ثبات آسیا و منطقه است. او گفته افغانستان افزون بر موقعیت استراتژیک و داشتن ظرفیت اتصال منطقوی منابع طبیعی فراوان دارد که زمینه سرمایه‌گذاری بهتر برای کشورهای منطقه فراهم است. او از سرمایه‌گذاران اندونزیا خواست در افغانستان سرمایه‌گذاری داشته باشند. رئیس جمهور افزوده که کشورهای آسیای مرکزی به آسانی می توانند انرژی، گاز و سایر کالاهای خود را از طریق افغانستان به کشورهای جنوب آسیا منتقل کنند. پیش از این رئیس جمهور غنی در دیدار با مالکوم ترمبل نخست وزیر استرالیا موافقتنامه در امور توسعه افغانستان به ارزش 320 میلیون دلار به امضا رسانده است و بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دو کشور تعهد شده است. افغانستان از 3 سال به این سو هیچ دستاورد در زمینه از میان برداشتن فساد ندارد. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید افغانستان از جمله 3 چالش که پیش رو داشته هنوز هم با آنها روبروست. جان سبکو میگوید رهبری ضعیف نیروهای امنیتی افغانستان و فساد موارده بودند که 3 سال پیش سیگر از آن نگرانی کرده بود. وزارت دفاع ملی اما تاکید دارد که تلاش‌های جدی را برای از میان برداشتن چالش‌ها در میان نیروهای امنیتی آغاز کرده است. نبود رهبری درست و فساد گسترده نگرانی که هنوز هم پابرجاست. 3 سال پیش هم بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش به آن اشاره کرده بود. حالا اما با گذشت 3 سال ظاهرا یخ فساد و نبود رهبری درست در افغانستان آب نشده است. جان سبکو تاکید دارد که افغانستان در مبارزه با فساد ناکام بوده. از سوی هم هیچ اقدامی برای نظم دادن به رهبری درست در نیروهای امنیتی صورت نگرفته است. بیشتر مشکلات افغانستان عمدتاً از ناتوانی در رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی و فساد در این کشور سرچشمه می‌گیرد. فساد و نبود رهبری درست بزرگترین مشکل و عمدترین چالش در برابر ثبات و آرامی افغانستان است. همزمان برخی باشندگان کشور هم دولت را برای بی‌کفایتی‌اش در زمینه مبارزه با فساد و تأمین امنیت انتقاد می‌کنند. این قدرتمند است که اینا را از خود نفر اجنت خود آماده میکنه، جور میکنم، بالاخره مقرر میکنم و افراد جوانایی که جوانای بسیار با استعداد داره برای اینا وقت داده نمیشه
که اشتراک کنند. فعلا افغانستان کسته چند تا کسایی اداره میکنن که نه واقعا یعنی در افغانستان خدمتگار نیستن، فقط می از طریق حال شما میبینید در هر اداره که میریم از طریق فساد هستن زیاد، همین کسایی که زور داره واسطه داره از طریق خزینه معرفی میشه و حتی در سطح بلند حکومت مست. در این میان اما باورهای هم وجود دارند که کنترل وضعیت افغانستان به دست خود آمریکا و جامعه جهانی است و برای از میان برداشتن این چالش ها آمریکا باید بر افغانستان فشار بیاورد. سررشته همه کارا در دست دوستای خارجی هستند. اگر دوستای خارجی واقعا عملا میخواهند که اصلاحات به وجود بیاره در افغانستان، چرا افغانستان یک ضرب المثل بسیار بزرگ است که میگه سوت مسلمان است، بنان وقتی که فشار زور بالایشان باشه خود به خود اینا برای راست میرن. وزارت دفاع ملی هرچند وجود فساد در نهادهای امنیتی را میپذیرد اما تاکید دارد که برای ظرفیت سازی و مبارزه با فساد تلاش های جدی صورت گرفته. 6.1 میلیارد افغانی را ما تصرف کردیم در قراردادها. امو پولی را بودن که رئیس جمهور 21,000 افغانی را به هر منصوبی اردو توفه دادن، یعنی مکافات دادن. بنان در اینجا کمیسیون شفافیت تشکیل شده که در او از کشف و استخبارات و حقوق و تفتیش وجود دارن، هر کسی که در فساد دست دارن اونا را دستگیر میکنن و به سرانوالی و به محکمه معرفی میکنن. فساد و نبود مدیریت درست در ادارات دولتی کشور نگرانی جدی بوده که جامعه جهانی بر مبارزه با آن تاکید داشته است اما تا کنون نتیجه خاصی در پی نداشته است. قوم بیات خواستار درج نام این قوم در شناسنامه های برقی هستند. بزرگان این قوم در یک همایش مردمی از کمرنگ بودن حضورشان در نظام کنونی سخت انتقاد می کنند و تاکید دارند که آنان از سوی رهبران حکومت به حاشیه کشیده شدند. برخی از نمایندگان مجلس نیز از رهبران حکومت می خواهند. حالا که بحث قومیت در شناسنامه های برقی مطرح شده باید نام تمام اقوام در آن ذکر شود. گزارش از عماد روستایی. همایش مردمی قوم بیات برای درج نام این قوم در شناسنامه های برقی. همه ایشان از قوم بیاتند. از مرکز و ولایت ها برای آنچه که گرفتن حقشان می دانند زیر یک چتر گرد شدند. اینان با برگزاری این همایش خواستار اینند تا قوم بیات همانند دیگر اقوام درج شناسنامه های برقی شود. قوم بیات افغانستان یک قوم کوچک نیست که کسی نادیده بگیرد. هیچ فاشستی، هیچ حاکم، هیچ مافیای قومی به هیچ فرد و گروه ما اجازه نمیدیم که از ما هویت ما را، ریشه ما را، اصلیت ما را بگیرند. ما به حکومت وحدت ملی رای دادیم و امروز حق خود را میخواهیم که قوم بیات و سایر اقوامی که در افغانستان ساکن هستند درج تذکره الکترونیکی شوند. هر قوم هویت داره، شخصیت داره و قدرهای ملی داره و از جمله دیگر اقوام افغانستان قوم بزرگی بیات افغانستان هم باید در پالی دیگر اقوام صاحب امتیاز و حق مشروع خود شود. یکی از انتقادهایشان این است که رهبران حکومت قوم بیات را در نظام کنونی به حاشیه برده و نیز سهمشان در قدرت غصب شده است. اینها به خاطر از اینکه جمعیت خود بیشتر نشان بدن و دیگه حقوق یک ده قومهای کوچکتر اینها غصب میکنن و یعنی یک محرومیت بار آوردن برای قوم بیات. که ما دیگه به کسی اجازه نمیدیم که حق ما را غصب بکنن یا در پی حق ما دارن. وقتی که کلمه اقوام دیگه که درج در قانون اساسی هست، اینا در قانون اساسی که آمده درج در تذکره برقی شود، دیگه اقوام باید مطرح شود، حق از اینا هست. ما نباید شاهد تقابل و فاصله های دیگه بوده باشیم در بین مردم و ملت افغانستان. اینان هشدار نیز دارند، آن همین که به هیچ نظام و فرد اجازه نخواهند داد تا این قوم را از صحنه سیاسی حذف کند. امروز دارن میخواهند هویت ما را حذف کنند و این پیام ما به عزیزان است که به هیچ جناهی و به هیچ نظامی و هیچ فردی اجازه نمیدهیم که این هویت شریف ما را حذف کند. موضوع هویتی از صلاحیت فرد، شهروند، قوم است. نه آقای اخپلواک صلاحیت تغییر قوم کسی را داره، نه آقای رئیس جمهور، نه آقای دکتر عبدالله. این مردم است که حق خود مثلا طبیعیشان را میطلبند. و
و تازگی رئیس جمهور غنی تعدیل را در قانون ثبت احوال نفوذ وارد کرد. این همین که افزون بر درج واژه افغان، نام ملیت ها نیز در شناسنامه های برقی ذکر شود. خط دیورند میان افغانستان و پاکستان یک مسئله ملی است و نباید بحث آن شخصی شود. فعالان مدنی میگویند هر نوع واکنش در پیوند به خط دیورند باید همراه با شواهد و مدارک باشد تا این مسئله به گونه بنیادی روشن شود. این فعالان هشدار میدهند که هر نوع بی‌توجهی به مسئله دیورند منافع ملی را با خطر روبرو خواهد کرد. مرتضی پیکار گزارش میدهد. بحث خط دیورند مسئله‌ای که این بار اعتراض فعالان مدنی را به همراه داشته است. شماری از فعالان مدنی در یک حرکت اعتراضی بحث دیورند میان افغانستان و پاکستان را یک مسئله ملی می‌دانند و تاکید دارند که نباید این بحث شخصی شود. این مسئله را شخصی نسازند، از این مسئله به خاطر آینده خود کمپاین‌های انتخاباتی نکنند. این یک مسئله بسیار کلان است، ما باید به این قضیه برخورد سیاسی بکنیم. اگر در این قسمت ما پیش بریم، چه امتیازاتی را به دست بیاریم؟ به نفع ملت، نه به نفع یک فرد و دو فرد و یک قوم و دو قوم. این فعالان حکومت را در این راستا مسئول می دانند و تاکید دارند که از هر راه ممکن به این معضل پایان دهد. در غیر آن، ضرر آن را مردم متحمل خواهند شد. خود حکومت افغانستان از طریق ممکنه، از هر طریق ممکنه باید به این مسئله بپردازه و این مسئله را به جدی حل بسازه، و الا اگر این مسئله حل نشود پیامدهای بسیار ناگوار برای ملت افغانستان داره. باز هم تاکید ما است که حکومت افغانستان باید به جدیت با این مسئله برخورد بکنه. اعتراض فعالان مدنی بر سر مسئله دیورند در حال بیان می شود که لطیف پترام رهبر حزب کنگره ملی در همایش پیرامون مسئله دیورند گفت دیورند یک بحث پایان یافته است و جدال بر سر آن مصرف داخلی دارد، اظهاراتی که با موافقت و مخالفت زیادی روبرو شده است. قرار است یک آزمایشگاه تولید نهال در شهر کابل به بهره برداری سپرده شود. وزارت زراعت و آبیاری میگوید این آزمایشگاه ظرفیت تولید 2 میلیون نهال را در یک سال دارد و با بهره برداری آن جلو واردات نهال های خارجی گرفته خواهد شد. در حال حاضر نهاد ملی قوریه‌داران افغانستان که از سوی اتحادیه اروپا تمویل می شود سالانه 1.5 میلیون نهال مثمر تصدیق شده تولید می کند. تمیم شهیر گزارش می دهد. دو سمت این جاده نهال های است به ثمر رسیده و پردرآمد. کشاورزان وزارت زراعت از هر نوع میوه یک باغچه آماده کرده و روی آن پژوهش می کنند. 120 نوع زردالو در این کلاکسیون با آزمایش گرفته شده و در پایان کار از 10 نوع پردرآمد و حاصلخیز آن نسلگیری و به قوریه‌داران و باغداران توصیه می شود. در کل سالانه افغانستان 1.5 میلیون نهال تصدیق شده به بازار عرضه می کند، اما گفته می شود که کافی نیست. وزارت زراعت و آبیاری امسال برای خودکفایی در بخش تولید نهال یک آزمایشگاه عصری را در شهر کابل به بهره برداری می سپارد. لابراتوار مجهز را امسال در افغانستان در شهر کابل ایجاد بکنیم که ظرفیت تولید 2 میلیون نسل نهال در یک سال داره، و اگر پروژه ما موفق شود که ما در صد بالا اطمینان داریم که موفق میشه و کارش انشاءالله با اکمال میرسه تا آخر سال، در صورت ما برای سالهای آینده کمتر یا شاید هم هیچ نیاز نداشته باشیم که از بیرون نهال وارد بکنیم. حالا بیشتر از ترکیه، ایران و پاکستان نهال‌های مثمر و غیر مثمر وارد کشور می شود. نهاد ملی قوریه‌داران افغانستان می گوید این نهاد تلاش دارد با افزایش نهال‌های تصدیق شده واردات نهال‌های خارجی را کاهش دهد. سال آینده در نظر است تولید نهال تصدیق شده به 2 میلیون افزایش یابد. ما کوشش می کنیم همه روز نظر به ضرورت خود بازار و تقاضای کسانی که در راستای باغداری کار میکنن، ما تعداد نهال خود زیاد بکنیم، و همه سال ما تعدادی که مثلا ما در سال اول داشتیم تعداد روز به روز به سال به سال زیاد شده میره، و ما فعلا بر سال آینده شاید بالاتر از 2 میلیون نهال تزریق ما تولید داشته باشیم. نهال هایی که پس از پژوهش به بازار عرضه می شود.
در این مکان و از این کلاکسین ها باغچه های شفتالو، بادام، سیب، ناک و دیگر میوه ها نمونگیری و در اختیار باغداران قرار خواهد گرفت. منبع و اساس مواد نباتی من کلاکسین های ملی است. مثلا مثال ما اگر خواسته باشیم که نیال های تصدیقی زردالو را داشته باشیم، از یا از دن او حداقل از دن او بسیار پردرآمدش، بعد از یک سلسله متعالیات و کارهایی که ضرور است به خاطر تشخیص و رایت های پردرآمد انتخاب میشه و از یا ما درخت های مادری را که به نام قوریای مادری میباشه برای انجمن های قوریادارا در ولایاتی که ما انجمن ها ایجاد هستند تأسیس میکنیم. بیشتر باشنده های کشور به ویژه روستانشینان مصروف کشاورزی و باغداری هستند و بخش زیاد از درآمد ملی افغانستان نیز از همین بخش به دست می آید. ایران و پاکستان از جوانان بیکار در فعالیت های حراس افغانانه در افغانستان استفاده می کنند. فرمانده پلیس قندهار استفاده از منابع طبیعی و ظرفیت سازی در بخش زراعت را تنها گزینه برای کارآفرینی در کشور عنوان می کند و از همپیمانان جهانی کشور می خواهد برای رفع این معضل با افغانستان همکاری کنند. برخی فعالان جامعه مدنی و باشنده های پایتخت هم از ناکامی حکومت در پیوند به اشتغال زایی در کشور سخت انتقاد می کنند. با این حال وزارت کار و امور اجتماعی از کاهش 6% رقم بیکاری در کشور سخن میگوید. محمد غازی رسولی گزارش میدهد. تنور گرم بیکاری که با گذشت هر روز در افغانستان شعله‌ورتر می شود. چالشی که سبب شده تا باشنده های کشور با 1001 چالش روزها را شب و شبها را سحر کنند. تازه هم فرمانده پلیس قندهار بیکاری در این ولایت را عامل سوء استفاده از جوانان می‌داند و تاکید دارد برخی کشورهای منطقه از جوانان بیکار در حمله های حراس افغانانه و تخریبی کار می‌گیرند. مرد قندهار ټول ولسوالی ټول خلک بیکار دي او د دې پرځای چې د خپل مزکی او کښ کارمندې استفاده وکړي د دې یا پاکستان ته الته د دې لپاره برته استعمالیږي چې برته راځي خپل دولت او د خپل خلکو په ضد وجنګیږي یا ایران ته ځي او هغه خلک دی نه دي چې د دې لپاره یا اصلي د سوریه په جنګ کې جنګ ایران یا ایران هم اوس برته راځي په پراو ایرات خرابوي پکې. از سوی هم این فرمانده ارشد پلیس در حوزه جنوب همچنان از جامعه جهانی و متحدان بزرگ کشور میخواهد برای پایان دادن به این چالش بزرگ افغانستان را یاری رسانند. د اروپایی تایید کم سفارتونه چې دي موږ د ټول څغښتنه دا د وختي مې ورته ویل چې دې زموږ سره زراعت په بخش کې د بندو په بخش کې زموږ خپلې مځکې رابطې کې چې هغه به زموږ دپاره ډېر په ګټه تمام شي و دوه درې بنده موږ لرو مثال یې درغسان بند دی. قندهار یکی از بزرگ شهرهای کشور، ولایتی که میزان بیکاری در آن بالا گفته شده، 100,000 جوان بیکار. برخی فعالان جامعه مدنی هم حکومت را در ایجاد اشتغال ناکام می‌دانند و از برخورد سلیقه‌ای ادارات حکومتی در استخدام افراد شکایت دارند. متاسفانه لشکر از بیکاران پس از فراغت از دانشگاه‌ها هنوز هم بر صف دیگر بیکارای خودش می‌پیونده. ضمن از اینکه ما متاسفانه یک ستم تیمی را تجربه می‌کنیم هر روز در این حکومت و این ستم تیمی برمیگرده به مو سلیقه‌های سیاسی و سلیقه‌های قومی برخی از افراد که متاسفانه حتی تعداد را در 3 و یا 4 مقام حکومتی اینا گماردن. همزمان با این برخی باشنده های پایتخت هم با لحن تند از حکومت انتقاد دارند، اما برخی دیگر عکس آن از روند اشتغال زایی حکومت استقبال می کنند. متاسفانه فعلا ما می بینیم که تعداد زیاد از جوانان ما خود من از پانزی انجینری فارغ شدم. خب 180 نفر بودیم، احتمال دارد از این 180 نفر 40 نفر یا 50 نفر وظیفه داشته باشه. 110 تا 120 نفر دیگه بیکارن. دولت هم در این چنین شرایطی که فعلا قرار دارد نمیتواند که به تمام مردم، به تمام جوانان یک بار کارهای مفید و مثمر را پیدا کنه. اما پاسخ وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین به این انتقادها چیست؟ قرآن به بسیار باورمندی گفته میتونیم برای مردم و ملتشان که کم بیکاری در حدود 6% کاهش پیدا کرده پایین آمده. البته تا این ما امیدوار هستیم بتونیم در چند وقت بعد ما سرویدگی رو که میداشته باشیم، یعنی وعده بسیار خوب دارم این برای مردم خود که انشان رقم بیکاری هستی که هم پایین تر بخواد. آمارهای اخیر نرخ بیکاری در کشور را 30 تا 35% تخمین زده است. از این میان هم
بیشترین میزان بیکاری مربوط به شهرهای کابل، هرات، ننگرهار، قندهار و مزار شریف می شود. روز جهانی ورزش با اجرای نمایش‌های رشته‌های گوناگون در کابل بزرگداشت شد. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش این روز را در حال بزرگداشت کرد که هنوز مشکلات و چالش‌ها صدر راه ورزشکاران قرار دارد. رئیس کمیسیون صحت و ورزش مجلس نمایندگان می‌گوید که دست علاقات خارجی نیز برای ورزش کشور چالش آفرینی می‌کند. بزرگداشت از روز جهانی ورزش. رشته های گوناگون در اینجا زیر یک سقف گرد آمدند. و 6 اپریل که بر روز جهانی ورزش مسما است بزرگداشت کردند. شاید این دختران کوچکترین اعضای خانواده ورزش کشور باشند. اما آرزوی بزرگ در سر دارند و این روز را برای بهبود ورزش کشور به فال نیک می گیرند. خوشحال هستم، یکی از بانوان هستم که در این ورزش اشتراک کردم. پیام مده دیگه دخترایی هست که هر دختر باید قدرت داشته باشه که در ورزش اشتراک کنه. این عیب نیست که یک دختر بتونه در ورزش اشتراک کنه و باید هم اشتراک کنه. از 3 سال به این سر روز جهانی ورزش در کشور بزرگداشت می شود. وقتی که جشن ها برگزار می شود یک فرصت برای تمام بانوها و خانم های کشور افغانستان می باشد که اونا باید و اینجا لیاقت و استعداد خود خودش کفا کنند. امروز بسیار خوش هستم که همه ورزشکارا همه فدراسیونا گرد هم جمع هستند و همگی سلام میکنند که ما یک ملت هستیم. نعیم لالای حمیدزای رئیس کمیسیون صحت و ورزش مجلس نمایندگان تاکید دارد که دست حلقات بیرونی نیز در چالش آفرینی با ورزش کشور دخیل است. زنی علاقات افغانا و اشغانا گندونه اته ایران و پاکستان ازبونه و تنظیمونه جوړ کړی ول د افغانستان د برباتی د پاره سپردې کې شوم د ساور او اتم د ساور منزل کیږي. یو جانب ازموږ په ګټه د بل جانب ازموږ په ګټه، یعنی موږ قرب د افغانستان د پاره ازادي راوړې د قرباني مو ور کړی ده. هم چو برنامه که در افغانستان گرفته میشه ما فکر میکنم ما را میاری میسازه، یعنی به جهان ما را معرفت میده و وصل میده و همچون میتونه که در توسعه ورزش در افغانستان سزای به شمار داشته باشه. روز جهانی ورزش در حال در ریاست تربیت بدنی بزرگداشت شد که مشکلات و چالش ها هر روز به ورزش افغانستان افزوده می شود. ایجاد بیش از 20 فدراسیون موازی و فعالیت همزمان دو المپیک در ورزش کشور ورزشکاران را نیز سردرگم ساخته است. ممنون از این که با یک استید. خدا نگهدار.